آن کس که طوفان نیاسودن را از نبض پرتبشش آموخته بود و سوره های متبل عشق از باور ایمانش تلاوت می شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به چاشتگاه و به شب آنگاه به تیرگی افکند، پروردگارت تو را رها نکرده و بر تو خشمگین نشده و قطعاً که پایان و سرانجام برای تو از ابتدا و سرآغاز بهتر است و به زودی باز پروردگارت بر تو عطا کند طوری که خوشنود شوی. آیا بی سرپرست و بی پناه نبودی که پناهت داد؟ و آیا سردرگم و سرگشته نبودی که تو را راه بنمود؟ و آیا محتاج گرانبار نبودی که تو را بی نیاز نمود؟ پس بر بی سرپرست و بی پناه خشم مگیر و محتاج نیازمند را از خود مران و به نعمت پروردگار خویش مقر و گویا باش. آنان که به عشق تن در می دهند به ایمان مسلحند و آنان که سرود یقین سر می دهند تا پایان راه محکم و وفادار. خب اگر ما حقیقتی به حقانیتی در کارمون بوده باشه، اگر ما حرکتمون بر حق بوده باشه، مسلماً ما از بین نخواهیم. نمیدونستیم هم چطورا، واقعا نمیدونستیم، ولی میدونستیم که از بین نخواهیم. منطق قرآن بودا، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الامثال، یا نمیدونم کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. این منطق قرآن بود. بنابراین میگفتیم اگر حق و حقیقتی در کارمون باشه، نه، از بین نخواهیم رفت. دوباره سر بر می آوریم، دوباره جمع و جور می شویم، از نواریسمون حراست می کنیم، از خون شهیدانمون پاسداری می کنیم، نه به دشمن و نه به جریان های انحرافی تسلیم نمی شویم.